رسانه های داخل ایران با انتشار اظهارات اخیر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره ضرورت کاهش نفوذ جمهوری فاسد اسلامی در منطقه خاور میانه تأسف خود را نسبت به این اظهارات ابراز داشتند و برخی نسبت به رودست خوردن جمهوری اسلامی از فرانسه هشدار دادند. روزنامه اعتماد چاپ داخل ایران امروز در گزارشی با عنوان پروژه حذف ایران نوشت که اجلاس هفته گذشته کنفرانس درباره عراق موسوم به بغداد دو که در اردن برگزار شد قافلگیری تازه برای جمهوری اسلامی داشت گزارشگر این روزنامه به مصاحبه مکرون در هواپیما در مسیر بازگشت از این کنفرانس به پاریس با سه رسانه فرانسوی، آمریکایی و عربی از جمله یک روزنامه عربی دیگر اشاره کرد و نوشت که مکرون از پروژه منطقی با پشتیبانی فرانسه پرده برداشت که به صورت خلاصه به معنای حذف ایران از معادلات منطقی است. اشاره روزنامه اعتماد به این جمله از مصاحبه مکرون با این روزنامه عربی است که در پاسخ به پرسشی درباره نتیجه کنفرانس گفته است من از ابتدا متقاعد شدم که نمی توانیم برای مشکلات لبنان، عراق و سوریه راه حلی پیدا کنیم مگر در چارچوب گفتگو برای کاهش نفوذ منطقی ایران مکرون که در رأس هیئتی بلندپایه در اجلاس درباره عراق شرکت کرده بود پیشتر در سخنانی در این اجلاس با اشاره غیر مستقیم به ایران از عراق خواست راهی غیر از الگوی دیکته شده از خارج را طی کند او در حضور حسین امیر فاسد وزیر بی ارزه خارجه جمهوری اسلامی افسود عراق امروز صحنه نفوذ تهاجم و بی‌ثباتی است که به کل منطقه مرتبط است همچنین عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر نیز که در این اجلاس شرکت کرده بود بر نپذیرفتن هر گونه مداخله داخلی در عراق از سوی مصر تاکید کرد. سباه زنگنه نماینده پیشین جمهوری فاسد اسلامی در سازمان همکاری اسلامی به این روزنامه داخلی گفته است این نوع موزگیری ها تا حدی به دلیل ضعف عملکرد دستگاه سیاست خارجی جمهوری فاسد اسلامی ایران مجال ظهور و بروز پیدا کرده است. مردم سالاری آنلاین یک سایت داخلی نیز امروز در مطلبی با عنوان مکرون ایران را قافلگیر کرد نوشت اظهارات اخیر امانوئل مکرون یک نقطه عطف تازه در رویکرد منطقه‌ای دولت‌های غربی محسوب می‌شود این رسانه مدعی شد دولت‌های غربی تا پیش از این اصرار داشتند که بحران‌های منطقه در قالب مشارکت منطقه‌ای و میانجیگری دولت‌های غربی میان ایران و کشورهای منطقه حل و فصل شود حالا به نظر می‌رسد که به جای تشویق برای گفتگو به سمت گام‌های عملی روی آوردند تا نقش ایران را در معادلات منطقی از گذشته کم رنگ تر کنند. همچنین صبح تازه این اظهارات مکرون را نشانه طرح مکرون برای کاهش روابط عراق با ایران دانسته است. یک روزنامه داخلی نیز درباره این اظهارات این پرسش را مطرح کرده که ایران از فرانسه رودست خورد رئیس جمهور فرانسه همچنین درباره بحران سیاسی در لبنان گفته است که باید رهبری لبنان تغییر کند این در حالی است که لبنان به دلیل نفوذ زیاد حزب در عرصه سیاسی با بحران مواجه شده و هنوز پارلمان این کشور نتوانست رئیس جمهور انتخاب کند اظهارات مکرون درباره ضرورت کاهش نفوذ منطقه‌ای جمهوری فاسد اسلامی پس از آن بیان می‌شود که مذاکرات احیای برجام از ماه‌ها پیش متوقف شده و کشورهای غربی نگرانی‌هایی را درباره همکاری نظامی جمهوری فاسد اسلامی و روسیه ابراز کردند. مکرون همچنین در پاسخ به یک روزنامه فرانسوی درباره ارسال سلاح ساخت ایران به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین گفته است این نوعی چند جانب گرایی خرابکارانه است که در حال گسترش است فتوای جهاد اکبر بر علیه خامنه ای مرجع تقلید بزرگ قوم به سیم آخر زد عمرن باور کنید که این آخوند چطور به خامنه ای حمله کرد حامد اسماعیلیون به تازگی نامه ای به خانواده خود نوشته که این نامه خشم یکی از مراجع تقلید قوم را برانگیخته و او در یک سخنرانی خامنه ای را مورد حمله قرار داده و به او توهین می کند. او فتوای جهاد اکبر بر علیه خامنه ای داده و این مرجع تقلید بزرگ ظاهرا به سیم آخر زده. به بتوانید باور کنید که این آخوند چطور به خامنه ای حمله کرده است حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان پرواز اوکراینی با انتشار تصویری از آخرین پیامهایش به همسرش پیش از ترک کانادا خطاب به او و دخترش نوشت سه سال می شود که از خانه رفته اید صد روز از انقلاب ایرانیان می گذرد. سال چهارم نبودن شما سال سقوط جنایتکاران خواهد بود حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های قربانیان پرواز 752 همزمان با سومین سال آخرین دیدار با همسر و دخترش در صفحه فیسبوک خود خطاب به همسرش پریسا نوشت فردا درست سه سال از رفتن تو و ریرا از این خانه میگذرد. در فرودگاه بوسیدمتان، اما سیزده روز بعد برنگشتید. من بودم که به ایران آمدم و با تابوت چوبی شما به خانه بازگشتم. او اضافه کرد: بسیاری چشم بر قتل شما بستند. شکایتی از بسیاری ندارم، جای من نبودند. خوب بود اگر همراه می شدند اما نشدند. همین اشتباه را، خیلی ها در دهه های گذشته کرده بودند خودم را هم مقصر می دانم. در سالهایی که گذشته بود از از بین بردن ها و تبعیز ها نوشته بودم اما خشمم هم سنگ خشم بازماندگان دیگر نبود من هم در میان کسانی قرار می گرفتم که بعد از شنیدن فریادها به زندگی برگشته بودند حامد اسماعیلیون در ادامه با تاکید بر اجرای عدالت درباره از بین برندگان همسر و فرزندش نوشت نگذاشتم ذهنم از انتقام لبریز شود نگذاشتم مثل آنها بشوم نگذاشتم خوی آدم کشی سایه تاریکی بر روهم بیندازد همیشه گفتم دادگاه همیشه گفتم دادرسی عادلانه شوخی که نداریم وقتی خیلی سال پیش به اسید ریختن در چشم اسید پاش اعتراض کرده بودم یکی در وبلاگم نوشته بود قربانی دختر خودت نیست که اینطور نظر میدهی